آقای نوریزاد، شما حرکت اعتراضیتون رو روبروی زندان اوین از دیروز 1 اسفند آغاز کردید. لطف کنید و بینندگان ما رو در جریان این حرکت اعتراضیتون قرار بدید. بله، من دیروز رفتم و اونجا بودم ساعت 10. من دیگه تا غروب شد و همه رفتن و کم کم شب شد و بسی حالا دوستانی هم آمدن به من سر دادن. من ماندم تا نیمه های شب و خوابیدم. یه چیز خوابی که با خودم برده بودم و صبح که تاریک روشن هوای امروز صبح برند شدم و پرچمی داشتم و به دوش گرفتم و اونجا شروع کردم. تمامی کارمندا، پرسنل، مأمورین، شکنجیگرا، هرکی هست، آمدن رفتن داخل. منم بودم اونجا، قدم میزدم. من واقعیتش دو تا خواسته شخصی دارم. روی سخن من زندان نیست، زندان اوین، بلکه دادسرای اوینه که در داخل زندان اوین جا داره و یه دری هم به بیرون داره. من چون جایی بیکیم قدرم اینه داریم دادسرا میرفت یه جایی دیگه و من اونجا پرونده داشتم، حاضرم جایی دیگه میرفتم. حالا بعضی کما میکنن من میرم به خاطر زندان اوین. نه، دادسرای اوین اونجا هست و من به اعتراض میرم. شما الان اونجا حضور دارید آقای نوریزاد؟ نه، من دروش درمیم فعلا میکنستم. آقای نوریزاد، سرهنگ یاسینی به شما گفته بود که فعلا دستور ندارن که با شما برخورد کنن، ولی اگر شاگردان آقای طاهری در اعتراض به پایمال شدن حق آقای طاهری اونجا بیان، با تون برخورد خواهند کرد، درسته این؟ بله، من نسبت به شاگردان آقای طاهری بسیار حساسم. ایشون گفت من میزنم اصلا، با مشت میزنم. واقعیتش من چون حرکتم فردیه، حالا اینا نگران جمعیت نیستن، اما واقعا میرم اینا از سمین بفرده که دو باره دیگه هم گفتم، چند بارم نوشتم، من آخرین میگم به شایدن آقای طاهری نشان دادن که حرکت بخواد تحت تحصیل زواهر امر نبودن و نیستن و انسان های شایسته هستن، همشون اخلاقی بلازه عجب آدم های فلیمی هستند و من از این همه پایداری این برای استادشون، برای رهایی استادشون بسیار بسیار همیشه گفت داده، اما هم آفرین بهشون میگم. در زم این رو هم بگم که اگر شاگردان آقای طاهری این چنین جانانه به میدان این آمدن، قطعا ایشون رو اعدام کرده بودن. آقای نوریزاد، همینطور که در جریان هستید، امروز سومین روز اعتصاب قضایی آقای طاهریه و یک ساعت پیش هم سازمان عفو بین الملل یک اقدام اضطراری در این ارتباط صادر کرد. میخواستم نظر شما رو در این ارتباط بدونم. واقعیت قضیه این هستش که وقتی یک نفر رو بیدلیل زندانی میکنن، حرفش رو نمیشنون، قصر رو برای تنگ میگیرن، او ناگزیره که یک چنین رویه هایی متوسل بشه و من به ایشون حق میدم. در حال ایشون میگه آقا اگر حرفی دارید بید بینشین با هم حرف بزنید، حرف رو با حرف باید جواب دارید، نه اینکه شما چون توانمندی نداری در سخن گفتن در مجادله نیکو یه نفر رو وزیری بداری به اعلام هم محکوم بکنید. خب حرف بزن. این همه آیت الله ایشی تربیت کردید، این همه دارم نون میخورم از قبل این سرزمین، یه حرف بزنم ایشون رو در یک گفتگوی آشکار مثلا. پس این حرکت شما آقای نوریزاد روزهای زوج اتفاق میفته، درسته؟ بله، روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، یعنی من از ده صبح مثلا دوشنبه هستم تا فرداش به سه شنبه هست دیگه، همون موقع 8-9-10 دها میکنم اینم و از اون روزه نیستم، فرداش بودم هستم. سپاسگزارم. درود بر شما، خوبم.